همزمان با ادامه مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی و تشدید تنش‌ها با همسایه شمالی، تعدادی از مردم کره جنوبی با تظاهرات در بندر بوسان، جایی که این مانور در جریان است، علیه جنگ و افزایش تنش در منطقه تظاهرات کردند. یکی از معترضان با تقبیح این مانور نظامی میگوید مانور مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی باعث فرو رفتن شبه جزیره کره در باتلاق جنگ خواهد شد. ما امیدواریم که این مانور از هم اکنون متوقف شود. مردم کره جنوبی و کره شمالی یک ملتند و ما میبایست قدرت‌های خارجی را حذف کنیم. همزمان گزارش‌ها از ورود ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان سی استنیس در بندر بوسان کره جنوبی حکایت دارد. ورود این ناو هواپیمابر که با انرژی هسته‌ای کار می‌کند، ارسال یک پیام محکم به کره شمالی تلقی شده است. تصاویر ارسالی از طرف کره شمالی هم رهبر این کشور را سوار بر یک زیردریایی نشان می‌دهد. رسانه‌های آمریکایی پیشتر از ناپدید شدن یک زیردریایی کره شمالی خبر داده بودند.